سلام. چرا اونجا وایسادی؟ بیا تو. سلام. سلام، خوش اومدی. بکرم شاید بخوای امروز با خانوادت باشی. قرارم همین بود، مستقیم بعد زندان بیام اونجا. مستقیم که نیومدی، ولی با این حال خوب کاری کردی که پای قول قرارت هستی. بیا تو. اینو نور خانم برای شما فرسته، گفت با هم دوستی. درست میگفت؟ دستش درد نکنه، چقدر خوشگله. مشکلش چیه؟ هنوز تشخیص ندادن، فعلا گفتن مشکل قلبی. یهو تب و لرز میکنه، نفسش میگیره، بیهوش میشه. یا الله. سلام. بیا دخترم، بیا نره بذار لای سفره خوش نشه. دست شما درد نکنه.
مطمئنم شروع سختی تو این خونه داری، ولی باید باش کنار بیای. باید با زن تو بچه هاش ارتباط برقرار کنی، شریک غم و شادی هاشون باشی. باید یک کار کنی بهت اعتماد کنم. انتظار ندارم امروز و فردا اتفاق بیفته، ولی زودتر خودتو جمع کن. با نشستن و خیره شدن کاری پیش نمیره. کار راحتی نیست. سلام. سلام. به این زودی ولتون کردن؟ آره دیگه، مثل که شما هم بعدتون نمیومد من اون تو نگه دارم. نه منظورم این نبود. ضعف کردیم بابا. من که با قرار وثیقه اومدم بیرون با عزتون، اما بهم گفتن تو مهندس هست که نشه حتی از تهرون هم نمیتونم برم بیرون. شما نتونستی بفهمی قضیه چیه؟ از این که سری اسناد و مدارک از کارخونه رفته بیرون، بدبختی پای همش هم امضای مهندسه. گوهران چی؟ گوهران حرفی نزده؟ ای بابا اونا که ختم کارن، دوم به تله نمیدن که به شب نرسیده داداشو آزاد شد. آزاد شد؟ یعنی چی؟ مدرکی ندارن ازش که بتونن اون تو نگرش دارن. نمیذارم قصر در برم. راستش منم خیلی موافقم، اینا نباید قصر در برن، اما شما تنها هم نمیتونی این کار رو بکنی. باید یکی کنار دستت باشه کمکتون بکنه. حالا مهندس چه خبر؟ خبری داری نزدش؟ سو آزاد شدم. چجوری؟ رضایت دادن؟ نه قضیهش مفصل، فقط همان قبل اینی که ازدواج کرد. نه بابا مبارک آقا. با کی؟ با الناس خانم؟ نه نمیشنستم. نشیده بودم کسی تو زندان عاشق بشه. داستان چیز دیگه است. خب بگو دیگه، چرا معما تر میکنی؟ الان نمیتونم راجبش حرف بزنم، بعدم میام میگم بهتون. همینقدر که آزاد شدی خدا رو شکر، باور کن هممون نگرانت بودیم. فقط شهرمنده ایم که دست و بال اون بسته بود، بیشتر از این نتونستیم کمک کنیم بهت. این حرف چیه آقا رسول؟ اصلا من از شما انتظاری نداشتم، در ضمن پولاتون هم جاش امنه، تو اولین فرصت بهتون میرسون. یعنی چی؟ استفاده نکردی ازش؟ نه اصلا کار به پرداخت دیگه نکش. من نمیفهمم یعنی چی آخه؟ میام براتون میگم. از کارخونه چه خبر؟ همه چی رو به راهه؟ نه بابا گند کارشون در اومده، دیروز پلیس ریخته بود تو کارخونه. سفیان هم الان فراریه. فراریه؟ یعنی چی؟ بابا قرار معلوم با شرکاش فعالیت‌های اقتصادی خلاف قانون انجام میدادن. یعنی الان تعطیل شده کارخونه؟ نه شنیدم دخترش اونجا رو اداره میکنه. من دیگه باید غلط کنم، تو اولین فرصت میام پیشتون. بابا کجا قطع کنم؟ شاد اومد وایسه ببینم. مانو خود دعوت نکردی عروسی؟ لااقل اگه خواستی بیای با شیرینی بیاید. خیلی خوب باشه. خدافظ.
از امشب این اتاق بخوابید. درم حتما پشت سرتون قفل کنید. میثم این روزا اصلا قابل پیشبینی نیست. ممکنه کار اشتباهی ازش سر بزنه. پس دوباره باید زندانی بشم؟ نه. اگه از جاتون ناراضی میتونی همین الان برگردین. کسی جلوتون رو نمیگیره. مریم خانم، من قرار بود با کسی دیگه یه ازدواج کنم. البته الان همه چی تمام شده، فقط میخواستم بدونید. برام مهم نیست. میفهمم، ولی به نظرم مهم زندگی مشترک و صداقت شروع شد. برو بیرون دخالت نکن. اما حسابم و این یارو تسویه کنم. چه گرفتی دستت؟ مگه چه چرک میدونه؟ بیای منو همین الان ساکت جمع میکنی، گم میشی میری بیرون این خونه. وگرنه هرچی دیدی از چش خودت دیدی. خجالت بکش، دور سر بزن. ببند دهنتو. نمیخوام ببندم، زورم نکن. بی خود میکنی. کارش نداشته باش، من میرم. هری زودتر بندی دهنتو یا نه؟ نه! کجا؟ نخواب بعد بری مدرسه. سلام عمو، خوبین؟ بیدارتون کردم؟ نه، چیزی نیست. همون میثم داره دیوونم میکنه. سر صبح با چوب رفته بالا سر پسر وایساده. دیر رسیدم، یه کاری داده به دستمون به خدا. خسروی احتمالا میخواد خبری از شما بگیره. شما کنم جواب بدم؟ نه نه، کسی به جز تو نباید بینو من کشم. حتی خانوادت آقا؟ حتی اونا. حالا باید هم خدا به جزیش میگه. چراش؟ بچه شما بفرم. کجا بریم آقا؟ برو یه جای آبروان که چیزی. چراش؟
سلام. علیکه سلام. میدونم چه حس بدی داری الان، ولی انتظار نداشته باش که نه این بچه یه شب شسته بشه. زمان لازمه، باید تاب بیاری. را تا اگه شانس بیارم تا اون موقع زنده بمونم. شانس داری، شانس داری که الان اینجا. میسم، وایسا میسم، اینو بر تو بگو خودت گرفتی. من میرم دنبال میسم باهاش صحبت کنم، بلکه نصف شب حبس نکنه دوباره بیا بالا سرت. کرامت دو تو بشن رفت دنبال میسم. یه کلید بهتون میدم که مجبور نشون هر بار در بزنید. میسم چموش نباش پسر جان، وایسا، میخوام باهات حرف بزنم. تا وقتی اون آدم تو خونه ماست من هیچ حرفی با شما ندارم. انتظار داشتم شرایطو درک کنی. تو دیگه بزرگ شدی، مرد شدی، باید عاقلانه فکر کنی. عاقلانه یعنی مثل شما فکر کنم؟ لازم نکرده، من ترجیح میدم همون بچه بمونم. مادرت رو حساب کرد، ناامیدش نکن. منم رو شما حساب میکردم، اما ناامیدم کردیم. چرا سمه جای مهندس خسروی برده شورت ببرم؟ چارچونه با موهای جوگندمی اینجا ندیدی؟ ندیدم. آقا شما یه آقای چارچونه با موهای جوگندمی اینجا ندیدی؟ نه. همین الان اومدش اینجا. نه من چیز ندیدم. رفت مدرسه؟ آره. خب؟ از اون چیزی که من فکر میکردم عصبانی داری. حق داره ازم متنفر بشه. بالاخره من باعث شدم. ببخشید. این حرفا جاش اینجا نیست. چایتون یخ نکنه. عمو جون سختتون نیست یه ساعت مراقب لیلا باشین من برم خرید؟ نه دخترم. من میمونم. برو به کارت برس. اگه بخوای من میتونم برم. من خیلی ممنون، خودم باید برم. فقط یادتون میمونه قرصاشو بهش بدین. نه به یه قشنگی خودم یادم میمونه قرصاشو بدم. دست شما درد نکن. باید ازش میپرسیدی پول داری یا نه. بشین الان دیگه. نه چیزی هم ازش در میام، منظورم فروش ترشی جاد.
چند سالی از با فروش همین ترشی ها زندگیشو میگذرونه. خب شاید بعد یه کار دیگه ای کرد. کار دیگه ای بلدی. بسم الله. گل از چش ازش بر نداشتم. خب من میشه همچین چیزی آقا ببین. چرا باور نمی‌کنی؟ سلام آقا. سلام کنم. شما اینجا چه کار میکنین؟ من این قرار نبود پیش پدرم باشید. چرا خانم؟ من چند ساعت پیش با هم بودیم. اما چی؟ راستش یه اتفاق عجیب و غریب افتاده. چه اتفاقی؟ خب چرا حرف نمیزنین؟ آقای ابراهیم صبح که از خونه زدیم بیرون مهندس گفت منو به یه آبربانکی برسون. منم بر حسب وظیفه اینو رسوندم جلوی بانک پیادش کردم. خب از تو آینه نگاش میکردم اما هرچی منتظر شدم نیومد. یعنی چی؟ حالا من میگم شاید مهندس خودش یه جای امن و امانی داشته رفته اونجا. آخه شاید که نشد حرف. آقای ابراهیم شما چرا حواستون بهشون نبوده؟ خدا شاهد من مواظبش بودم خانم. اما یه لحظه ناخودآگاه غافل شدم ازش. پیاده شدم، همه اطرافمو گشتم، از دوروبری پرسجو کردم، مشخصاتش رو دادم. اما هیچ خبری ازش نشد. اصلا سر در نمیارم. آخه چرا باید تو این شرایط دفعه بذاره بره؟ خیلی قضیه مشکوکه. من که میگم دو تا احتمال داره. یا همون اولی که گفتم مهندس خودش یه جای امن و امانی داشته رفته اونجا، یا گزینه دوم برادرای گوهران دزدیدنش. ای بابا مگه بچه است که تو روز روشن بدوزنش؟ من یه آدم بزرگا رو تو روز روشن نمیدوزم. فای گوشیشم خاموشه. گوشیش تو شب خاموشه خانم. سیم کارتش هم در آورد. ای فای من که دیگه عقلم به جایی قد نمیده. من نمیتونم صبر کنم ببینم خودش کی با اون تماس میگیره. باید یه کاری کنیم. چقدر قشنگ کشیدی نقاشی. دوست داری؟ خیلی دوستم بزرگ شدم نقاش بشم. منم قول میدم برات یه گالری بزرگ بزنم. خیلی ممنون. سلام، حالتون خوبه؟ برید چند روز دیگه من اجاره رو خودم براتون میریزم. امرتون. آقا کی باشن؟ من همسرشونم. شما؟ مبارک باشه. ولی چرا این همه عجله؟ لااقل میذاشتی سال اون خدا بیامرز بگذره بعد با قاتلش ازدواج میکردی. حرف دهنتو بفهم. برو پی کارت. میرم ولی بعد گرفتن اجاره های عقب افتاده. تو مسکی چیزی میشه؟ اگه نشنه خانم چی گفت؟ برو پی کارت، من خودم اجارتو میارم. نه خوشم اومد. جورو بوته داری؟ هنوز نیومده خوب پاسبونی میکنی ازش. دفعه دیگه نمیگم حرف حسابه چیه. یه درس حسابی بهت میدم یاد بگیری وقتی در خونه رو میزنی قبلش حرفاتو مزه مزه کنی چرت و پرت از ذهنت نیاد بیرون. چرا اینقدر مزاحم میشی؟ خجالت بکش. خونم رو اجاره دادم. باغ که ندارم بعد رو بخشش کنم. تو که شرایط اینا رو میدونی، بهشون فرصت بده. تا الانم زیادی فرصت دادم. بس دیگه. عمو جون شما حالتون خوب نیست، بعد استراحت کنید. بیاییم بریم تو. تا قرون آخر اجارتو میدم ولی دیگه این برای پیدات نمیشه.
من این خونه رو به اصلان اجاره داده بودم، اما الان که خودش نیست یا باید قولنامه جدید بنویسین یا جور پلاستون رو جمع کنین و اینجا بریم. اینجا خونه منه، اینا هم خونه بودم، از این بعد طرف سابق منم. حواستو جمع کن. میرم و آخر ماه برمیگردم، بهتره که پولم حاضر باشه. دستت. از اینجا میرم. کجا برم با دوتا بچه؟ چجوری برم؟ با کدوم پول؟ با پول پیش اینجا یه جهنمی بهم خونه نمیدن. اینجوری که نمیمونه، همین روزا میرم سر کار. این آدم منتظر نمیمونه، هر جور شده باید پولش رو جور کنم. من یه مقدار پس انداز دارم، شاید بشه یکی دو ماه دهنشو بست. دست درد نکنه عمو جون، ولی این آدم دنبال اجاره نیست، میخواد اذیت کنه. شما داروهاتون خوردین؟ دیر نمیشم میخورم. دکتر گفته بس سر وقت بخورین. اون 200 میلیون چی؟ چرا یه مقدارش رو نمیدین شرش رو بکنین؟ کدوم 200 میلیون؟ شما خبر نداری؟ از چی؟ اصلان خدا بیامرز برای یک کاری 200 میلیون پول از یوسفیان گرفته بود. مطمئنی؟ آره من خودم اونجا بودم. ولی تو حساب اصلان همچی پولی نبود. این اتفاق دقیقا همون روزی افتاد که من با پسرتون درگیر شدم. احتمالاً فرصت نکرده ببره بانک. شاید. ولی الان اون چک کجاست؟ شاید تو دفترشه. ما دفتر رو تحویل دادیم، یعنی سپردیم که شاپور کاراش رو انجام بده. خب میتونیم ازش پیگیرشیم، شاید بدونم. احتیاجی به این کار نیست، من که اون پولو نمیارم تو زندگی. چرا؟ دلیلش عمو میتونن توضیح بدن. من بعد برم دنبال میثم، دلم شور میزنه، دیر کرده. نظر تنهایی شد. نمیدونم، مدیرش گفت میثم چند وقت نمیاد مدرسه. مدرسه نمیره پس کجا میره؟ نمیدونم، بوب میخوره قطع میشه. دوستی آشنایی کسی نداره بخواد بره پیشش؟ نه کسی رو ندارم. نمیدونم مگم داره، من خبر ندارم. عجیب نیست من از بچه تون میخبری؟ من همیشه چارچشمی مراقب بچه هم بودم. میسم بعد فوت پدرش میشه کشید. منظوری نداشتی؟ شاپور چی؟ شاید ازش خبر داشته باشه، بالاخره دوست با باشه. بهتر خودم برم دنبالش.
اینجا رو تحویل بدی؟ تحویل دادم، اما دو مرتبه باز تحویل گرفتم. آخه حیف بود اینجا بسته باشه، اصلا ها خاکشو خورده بود که این نامرد اومد زد لاکارش کرد. شما هم میثم خبر داریم؟ امروز رفتم مدرسه، گفتش که چند وقت نمیاد. اون بچه دلش شکسته، باباش مرده. شما به جایی که هواشو داشته باشی رفتی دنباله. شما نمیخواد دلسوز بچه من باشین. خبر دارین ازش یا نه؟ همین دور و براست، یه خود صبر کنی میادش. اینجا چه کار میکنه میثم؟ با چی نیاد اینجا؟ اینجا مغازه باباش بوده، حق آب گل داره. اومد بگهش گفت که کتاب مدرسه تو موقعش نمیره. گفتم کجا بره بهتر از اینجا، بیاد برای دل خودم ویسی کاریت بگیر. خیلی غلط میکنه، نمیخواد درس بخونه. شما هم بیجا کردی بدون اجازه من راش دادی اینجا. اون بچه جنم داره، غیرت داره، بعدش میاد زیر دست قاتل رو باباش نون بخوره. تو دیری گنده تر از زنه طرف میزنی. شما یه لحظه اجازه بدین، من نمیخوام میرسم یکی بشه مثل باباش. نمیخوام بشه شبیه تو، میخوام آدم بار بیاد. اصلا ما غیر آدمیزا، اگه همین من نبودم کجا مقصد بری زیر دستی کی بایدسی کار کنه؟ آه الان بعد ازتون تشکر کنم؟ شما سر ما رو نشکن، نمیخواد پسه بریزی تو بغلمون. از این بعد هم اومدی اینجا دیگه با این آقایید نهید، چون میبینم ایش حالا ما بد میکنه. پس شما این بچه رو کوک میکنی که بیفته به جون این بدبخت وقتی میاد خونه؟ بدبخت اون اصلا ننه مرده بود که این نالوتی زد کشتش. آه چیه؟ نکنه خود مارم بکشی؟ زن تو دیدی لات شدی؟ آقا امیرعلی یه سوال میپرسم، مثل آدم جواب بده. اون 200 میلیون کجاست؟ بابا تو خیلی پررویی، زدی بابای بچه رو کشتی بعد دنبال ارث و میراثشی؟ برو رد کارت بابا، برو من هیچی خبر نمیرم. جواب منو بده. کدوم چه؟ کدوم پول؟ داری از یوم میگی یه ساعت اینجا ایستادی؟ من خبر ندارم هیچی. دروغ میگی. چه غلطی اینجا میکنی ها؟ خانومید رفت، نمیخوای دنبالش؟ اون پول حق بچه هاشه، حق زنشه، نمیذارم بخوریش. کدوم حق؟ چه شعره ور میگی؟ من هیچی خبر ندارم. میگم خبر داری، چند روز بهت وقت میدم خودت برش گردی. اگر نمیام سراغت، بر دوستانمت نمیگم. برو آقا، برو دنبال کاری دارم، چشمی میکنم شما دارم تو شما برگرد. برو بیرون درم به من پشت، برو. رفتی بیرون درم پشت سرت ببن.